خواهش میکنم. منم درود میفرستم خدمت شما آقای فرهودی و تمامی بینندگان عزیز صدای آمریکا. بله آقای مهاجرنژاد، در ابتدا خبری رو من نقل کردم در مورد اینکه دو تا از وزیران کابینه دهم مقالاتی رو که منتشر کرده بودن در مجلات علمی، این مقالات ناشی از سرقت علمی بوده و مجله نیچر فهمیده و از آرشیو اون دانشگاه خواسته که این مقالات رو برگردونن با آقایان دانشجو و حمید بهبهانی وزیر علوم و وزیر راه و ترابری. واکنش شما نسبت به این خبر چی است در ابتدا؟ حقیقتش بخواهی این امر بالاخره یه مسئله تازه نیستش، تازگی نداره. شما میبینید که مسئله کردان یک نمادی تبدیل شده بود که از یک طرف تزویر دروغ که کل حاکمیت رو فرا گرفته بود و از طرف دیگه افکار عمومی میخواست واقعیت موجود رو به گوش همه جهانیان برسونه. در نشان وقتی میبینید یک رئیس جمهوری علنن میگه این ارزشی نداره، کاغذ پاره میخونه و میگه مدرک تحصیلی اصلا ارزشی نداره، بعد از اینکه اون مسئله به وجود میاد و امروز هم میبینیم که آقای کردان یکی نه تنها از فعالین بالایی در زمینه انتخابات بود، جایگاه اصلی داره در کنار آقای احمدی‌نژاد، در نتیجه این مسئله تازگی نداره. اما اون چیزی که مسئله مهمه وقاحتی که به کار میبرن دولت مردان در داخل کابینه احمدی‌نژاد که خودشون رو افرادی صادق مینامن و در نهایت جنایات رو مرتکب میشن. شما نگاه کنید یک فردی مثل آقای دانشجو، کامران دانشجو که وزیر علومه، فردی که نمیتونه اصلا حضور پیدا کنه در دانشگاه و علت حضورش هم به نظر من به عنوان وزیر علوم اینه که ایشون در وزارت کشور با توجه به سوابقی که داشتن در دوره انتخابات تونستن یک پاکسازی بزرگی رو انجام بدن در زمینه انتخابات و برای آرای تقلبی که به نفع احمدی‌نژاد صحنه سازی شده بود ایشون تونستن نقش موثر بازی کنن، یه ارتقای درجه به ایشون داده شد، به عنوان وزیر معرفی میشن. خب دروغایی که خودشون گفتن، خودشون میگن زمانی در لندن بودن به خاطر مسئله سلمان رشدی ایشون نمیتونن در کشور انگلستان و دیگر کشورهای شنگن حضور پیدا کنن که البته بله. به خاطر اینکه نمیتونستن تحصیل کنن اطلاع محاکی از اینه که ایشون نمره بسیار پایینی داشتن و این مسئله رو بهانه قرار دادن و بالاخره برادر ایشون هم میبینید که رئیس دانشگاه طب مدرسه و ایشون هم با واقعیت تمام همین مسئله رو بیان میکنه و میگه هیئت علمی از انگلستان اومد در یونان اونجا از من امتحان گرفتن بله. یه برادر دیگه‌ش هم که در شورای شهر سخنگوی شورای شهر و میبینید که این مسئله به عنوان یه دروغایی که کابینه دولت مرتکب میشه، افرادی که در کابینه دولت حضور دارن به صورت خانوادگی این امر رو به صورت یه شیوه برای خودش مطرح میکنه. یا فردی به نام آقای رحیمی، محمد رضا رحیمی که رئیس دیوان محاسبات بود، هم مردم میدونن چه وضعیتی بالاخره ایشون زمانی که استاندار کردستان بود چه جنایات مرتکب شد، چه دروغای مرتکب شد، از آقای ناطق نوری در اون دوره حمایت کرد، از آقای رفسنجانی در دوره قبل حمایت کرد، دست آقای رفسنجانی نوه بوسیدن دستشون در جلوی همگان و صحبتایی کرده بود. بعد از اون که ایشون از استانداری کردستان کنار میرن به واسطه دولت جدیدی که دولت خاتمی اومده بود، ایشون میاد چیکار میکنه؟ مشاور مخصوصی میشه برای آقای خامنه‌ای در دفتر بیت رهبری، نهایت قدرت رو دارا بودن و الان هم میبینیم که با وضعیتی که حاکم شد به عنوان معاون اول رئیس جمهور مطرح هستن که در حقیقت همون مدرک تقلبی که برای کردان جعل شده بود به ایشون هم تعلق گرفتن. این مسئله شما میبینید کلیت تمامیت کابینه آقای احمدی‌نژاد رو در بر میگیره. بله خب آقای مهاجرنژاد، 5 سپتامبر مجله معتبر اکونومیست مقاله‌ای داشت، چند هفته درست قبل از بازگشایی دانشگاه‌ها بود، گزارش داشت با عنوان دانشجویان معترض ایران تلاش برای برانگیختن مخالفت. گزارش با این سوال آغاز شده بود که چرا آیت الله‌های حاکم بر ایران می‌خوان دانشجویان رو در مشت خود داشته باشن. همین سوال رو من از شما می‌پرسم، چرا؟ خب این طبیعت حکومت‌های استبدادی، شما نگاه کنید به خصوص حکومتی که از نظر ایدئولوژیک رابطه خودشو با آسمان‌ها پیوند زده و در حقیقت منافع بسیار عظیمی رو هم در اختیار داره، سرمایه ملت رو به غارت برده و بر علیکه قدرت حاکمه و مطمئناً در یک حکومتی که قرار دین از حکومت جدا باشه، در یک حکومتی که قرار محتواش بر اساس دموکراسی و حقوق بشر باشه، اساساً این افراد جایی ندارن و در نتیجه سعی میکنن از این حربه استفاده کنن و قدرت باقی بمونه. این مسئله طبیعی هستش و شما میبینید که نهایت شدت تمام برخوردها رو میبینید، نهایت جنایت ها رو در کشور خودمون، کشتارها رو شاهد هستیم، تمامش به خاطر اینه که این به عنوان یه اصل برای اونا مطرح هستش که با بیموندن بر قدرت میتونه تمام خواستهای اونا رو برآورده کنه. خب این هراس از حرکت های دانشجویی آقای مهاجرنژاد، اونطور که
مجله اکونومیست به اون اشاره کرده به خاطر نقش اساسی که دانشجویان در اعتراضات تهران ایفا کردند، در صف مقدم تظاهرات قرار داشتند، در برخی از شهرستان‌ها هم همینطور به سازماندهی اعتصابات کمک کردند با انتشار گزارش‌های مختلف در سایت‌های اینترنتی. به نوشته اکونومیست رژیم رو به سطوح آوردن. حالا به نظر شما با این اقدامات سرکوبگرانه حکومت، مثل همین بازداشت دیروز اون 17 نفر از فعالان در یکی از پارک‌های تهران و اقدامات انضباطی که به عمل می‌آورند علیه دانشجویان ناراضی، آیا واقعا میتونن با این گونه اقدامات جلوی اعتراضات رو بگیرن؟ مطمئنن نه، و من میخوام پاسخ این مسئله رو به این صورت بدم. اول اینکه در داخل ایران با توجه به اینکه بعد از کشتارهای دهه 60 وضعیتی که بعد از اون حاکم شده بود به خاطر فقدان آزادی احزاب و گروه‌ها و سازمان‌های فعال که طبیعتاً در ایران نمیتونستن فعالیت داشته باشن، جنبش دانشجویی به عنوان یه جنبش پیشرو، جنبشی که محور فعالیت‌های نه تنها دانشجویان به عنوان صدای آزادیخانه مردم ایران بود، مطرح شده بود، فعالیت داشت، حرکت کرد و می‌دونیم که نمادی یک حرکت به نام عنوان 18 تیر که در حقیقت یک حرکت شناخته شده در سطح جهانه از همین مسئله ناشی میشه و امروزه می‌بینیم که تمام وضعیتی که در داخل ایران شاهد هستیم به نظر من بخش بزرگش برمیگرده به تمام فعالیت‌هایی که این جنبش دانشجویی فرازنشیبایی که در طی این شاید 14-15 سال اخیر داشته و به خاطر اینه که حکومت از این مطمئنن هراس داره. شما نگاه کنید زمانی که احمدی‌نژاد به حکومت میاد، زمانی که به عنوان ریاست جمهوری مطرح میشه و میبینیم که طرفدارانش در اون 4 سال قبل با امروز تفاوت فاحشی داشتن، یعنی از نظر میزان و تعداد، در اون موقع جنبش دانشجویی موازش روشن و خیلی مقتدرانه در برابر ایشون ایستاد و گفت به این دلیل به این دلیل ما در مقابل ایشون میستیم و ایشون نمیپذیریم و قبولش نداریم و میبینیم امروزه آحاد ملت کل جامعه مسئله رو باور داره و مثلا میبینید که بعد از اون کاری که ایشون کرد، زمانی که آقای احمدی‌نژاد به قدرت اومد اولین کاری کرد استادان دگراندیش رو از دانشگاه بیرون کرد، بالاخره حالا یا با بازنشستگی اجباری به نحوه ممکن، بعد از اون ستاره دار کردن دانشجوها رو برگزید، یعنی دانشجویان بسیار زیادی به خاطر فعالیت‌های دانشجویی ستاره دار شدن، از تحصیل منع شدن، به کمیته‌های انضباطی فراخوانده شدن و اون وقت شما می‌بینید حرکت‌هایی که در دانشگاه‌های مختلف انجام می‌گرفت دانشجویان با توجه به شرایط فعلی که شرایطی که در دانشگاه حاکم بود به حرکت‌هاشون ادامه دادن، اینقدر پایداری کردن، اینقدر ایستادن تا وضعیت امروز شاهد هستیم. شما حتی در زمان انتخابات نگاه کنید، زمانی که آقای میرحسین موسوی ابتدا به نازی‌آباد میره و قصد داره که طبقه پایین جامعه رو، طبقه مستضعف جامعه رو به خاطر شرایطی که در جامعه حاکم بوده یا یه بخشش بالاخره نسبت خودش زمانی که در حاکمیت قرار داشت به خاطر شرایطی که در جامعه حاکم بوده با خودش همراه کنه، میبینیم که بعد از مدتی به این نتیجه میرسن که تنها قشری که میتونه این معادلات رو به هم بزنه قشر دانشجوه. 3 میلیون دانشجو در داخل ایران زمانی که فعال شدن میبینیم که کل جامعه رو تحت تاثیر خودش قرار دادن. چرا؟ چون جامعه به جنبش دانشجویی اعتقاد داره، باور داره، جنبش دانشجویی در صحنه عملی حضور داشته و حضور داره و امروز هم به نظر من به درستی هم مسئله که خانم هدایت اشاره کردن، جنبش دانشجویی که الان به صورت خودجوش در روز اول تحصیلی داره این گونه صدای خودش و صدای ملت ایران رو به گوش همه میرسونه، فارغ از اینکه برخوردی که حاکمیت باهاش داره، و این نشون میده این جنبش دانشجویی با تمام شرایطی که حاکمیت مهیا کرده، زمانی که آقای احمدی‌نژاد میره دانشگاه امیرکبیر، از دانشگاه امام حسین و دانشجویان بسیج دانشجویی رو میبرن اونجا، اما دانشجو میبینن که باز در اونجا سعی میکنن نهایت استفاده رو از اون فضا ببرن و صدای خودشون رو به گوش همه برسونن. در دانشگاه تهران آقای احمدی‌نژاد نمیتونه حضور پیدا کنه و امسال هم میبینیم که قرار بود روز اول آغاز تحصیلی دانشگاه ایشون در روز 6 مهر به دانشگاه حضور پ